نام ویروس جدید رو مورونا گذاشتند. ویروس جدیدی داره توی دنیا پخش میشه و این ویروس میتونه تشخیص بده موی مرد و زن رو و به موی مردها نمیره، فقط به موی زنها سرایت میکنه و تنها راه برای جلوگیری و مقابله با این ویروس این هستش که زنها در تمام سراسر دنیا از این به بعد حجاب اسلامی رو رعایت کنن در تمام کشورهای دنیا. میخواستم چند تا از ویروس‌های دیگه‌ای رو هم که در سال‌های قبل اومدن و چند تا از ویروس‌هایی که در سال بعد قرار بیان رو براتون اعلام کنم. ویروس جدیدی که در سال بعد قرار بیاد به این شرح هستش که این ویروس از ساعت 5 صبح تا ساعت 9 شب کار میکنه. الان فقط در یک نقطه خیلی کوچیک این ویروس دیده شده، مشاهده شده و سعی کردن کنترل کنن، ولی به احتمال زیاد این ویروس هم در سال آینده پخش خواهد شد. اگر کسی بخواد که این ویروس رو نگیره، باید از صبح ساعت 5 صبح تا ساعت 9 شب غذا نخوره. اما اگر هر کسی در حال غذا خوردن باشه، به خصوص بیرون از خونه، این ویروس به اون فرد سرایت میکنه. ویروس روزونا با بچه های زیر 15 سال و آدم های بالاتر از 60 یا 70 سال کاری نداره. این ویروس فقط به افرادی سرایت میکنه که به سن تکلیف رسیدن و تا سنی هستن که هنوز پیر نشدن و قابلیت روزه گرفتن رو دارن. اگر این افراد روزه نگیرن، این ویروس به اونا حمله خواهد کرد. ویروس قدیمی جنسونا ویروسی است که حدود 50 سال هست در بین انسان‌ها شایع شده و این ویروس به کسانی حمله می‌کنه که رابطه جنسی خارج از ازدواج دارن. اما اگر کسی ازدواج کنه، ویروس جنسونا به اون فرد حمله نمی‌کنه و اون فرد زنده می‌مونه. اما هر کسی که خارج از ازدواج رابطه جنسی داشته باشه، ویروس جنسونا به اون حمله میکنه و بیماری جنسی میگیره. جستجوگرای عزیز شبکه علی فرمیر، تا اینجا من یه سری چیزایی گفتم که میتونست مثل یه شوخی یا جوک باشه یا میتونست حقیقت داشته باشه. خودتون میتونین قضاوت کنین. اما هدف خاصی داشتم از اینکه اینا رو گفتم. ولی برای اینکه این موضوع رو بهتر توضیح بدم، میخوام یه بخشی از اطلاعات علمی و یه بخشی از دین بودا رو براتون توضیح بدم. بودایی‌ها اعتقاد دارن که بدن انسان 7 چاکرا داره. این چاکراها در سر، پیشانی، دهان، قلب، شکم و دستگاه تناسلی انسان وجود داره و تا به حال تصور این بوده که این چاکراها منابع روحانی انرژی هستن. اما من اعتقاد دارم که این درست نیست. اعتقاد من این هستش که در بدن انسان مراکز مهمی وجود داره که اگر شما دست و پای انسان رو در نظر نگیرین، از 30 قسمت‌های بدن انسان، مغزش، فکرش، دهانش و قلبش و شکمش و دستگاه تناسلیش هست. با اینا یه آدم میتونه زنده بمونه. یعنی یه آدم اگه دست و پاش قطع بشه، بدون دست و پا میتونه با این دستگاه‌ها زندگی کنه و اینا دستگاه‌های مهمه بدن انسان است. و مغز انسان که از اعصاب تشکیل شده جدا از بدن نیستش. مغز انسان با یک رشته طولانی و بزرگ از اعصاب قسمت‌های مهم بدن انسان متصل هست. یعنی اعصاب خیلی زیادی اطراف قلب انسان، شکم انسان، دهان انسان و دستگاه تناسلی انسان وجود داره. این اعصاب با استفاده از الکتریسیته کار میکنن و پالس های الکتریکی درون اعصاب انسان ها جریان دارن. بر اساس قوانین فیزیک ما میدونیم که اگر در یک خط مستقیم یا یک سیم مستقیم جریانی از برق عبور کنه، اطراف و دور اون سیم یک میدان مغناطیسی ایجاد میشه و این اثر الکترومغناطیس نیرو و انرژی داره. اعصاب انسان ها هم مثل یک سیمه و ازش الکتریسیته رد میشه. پس اطراف یک عصب انرژی الکترومغناطیسی و میدان وجود داره. هرچند خیلی کم هست، ولی این انرژی وجود داره. و این انرژی ها مجموعاً میتونه یک میدانی رو درست کنه که در گذشته های دور، در هزارهای دور، چون از علم فیزیک سر در نمی آوردن، بهش گفتن
انرژی چاکرا یا انرژی های روحانی، اما اینا فقط یه انرژی های فیزیکی و مادی هست و با موج الکترومغناطیس میشه اونا رو توضیح داد و هیچ چیز روحانی وجود نداره، چیزی به نام روح وجود نداره. خب حالا چرا من دارم اینا رو براتون توضیح میدم؟ من میخوام بگم که از گذشته تا به حال برای کنترل انسان ها از این علم استفاده شده. یعنی اون کسایی که دین ها رو درست کردن، حالا هر کی که بودن، آدم بودن یا موجوداتی برتر از انسان، برای کنترل انسان ها از علمی که ما ها ازش سر در نمیوردیم و امروز داریم میفهمیم استفاده کردن و اومدن گفتن که چجوری میتونیم انسان رو کنترل کنیم. انسان دستگاه های مختلفی در بدنش وجود داره، مثل مغزش که فکر میکنه، حرف میزنه و قلبش که احساس میکنه و شکمش که غذا میخوره و محل انرژی فیزیکیش هست و دستگاه تناسلیش که برای بقای نسلش است. برای کنترل اینها اومدن یک برنامه ریختن و دینهای رو درست کردن. یکی از این قوانین این هستی که مثلا در یک ماه از سال ما غذا نخوریم و روزه بگیریم، یا مثلا برای اینکه مثلا غذا خوردن ما رو کنترل کنن، غذاهایی که برای ما مضر هست و برای ما مفید جلوه دادن و بعضیشون رو ثواب گفتن، بعضیشون حرام گفتن، بعضیشون گفتن اینو نباید بخورید، بعضیشون گفتن اینو باید بخورید، مثلا گوشت فلان رو باید بخورید، گوشت فلان رو نباید بخورید. در صورتی که ما میدونیم که امروز متوجه شدیم که غذاهای مفید برای بدن انسان چیز دیگه ایه و توی طبیعت باید یافت بشه و غذاهایی که به صورت صنعتی و آدما با یک فراوری درست میکنن در بدن انسان ها مضره، که اونو من ویدیوهای دیگه دربارش دارم توضیح دادم، در ادیان هم این مسائل رو من توضیح دادم. شما میتونید برید این ویدیو رو، لینکش رو بالا میذارم، برید ببینید متوجه میشید. در فیلم ماتریکس هم من غذای انسان ها رو توضیح دادم که چی بوده و چرا تغییر کرده و این داستان. خب برای آوردن اثبات من یه ویدیو کوتاهی رو برای شما میخوام نشون بدم که در اون یکی از پزشکان فرانسوی خودش اعتراف میکنه که به من پول دادن تا مقاله هایی رو بنویسم که یک ماده‌ای که مضر هست بر بدن انسان ها در غذاها، اون رو با آمار غلط اون رو بالا ببرم و نشون بدم که این ماده مفید و ضرری نداره و اینطوری صنایع مواد غذایی تضرری نداشته باشه. ما متوجه شدیم که برای جلوگیری یا توقف مقررات مربوط به برخی از افسودنی ها، لابی های صنعت غذا ده ها سال است که در سایه کار میکنند. شما باید اونو درک کنید. صنعت یک تجارت پولسازه و اونها بسیار ریسک گریز هستند. آنها برای مطالعه‌ای که برای کسب و کارشان مضر است بودجه تامین نمی‌کنند. این مشابه کاری است که صنعت تنباکو انجام داد. اینکه به دانشمندان پول بدهیم تا خلاف واقعیت را بگویند. در قلب این استراتژی نفوذ دانشمندانی وجود دارند که همکاری می‌کنند. آیا صنعت گوشت برای این به شما پول داده؟ من از زمان خودم مثل بقیه مقداری غرامت دریافت کردم. چقدر؟ قرار نیست بگم. و دانشمندانی که مورد هدف قرار میگیرند مثل دکتر اس پرستون مارتین، اساساً اونها سعی داشتن من رو سرنگون کنند یا من رو از نظر علمی بدنام کنند. منظورم اینه که سرنگون کردن به این معنیه. این تلاش ها برای تعقیب دانشمندان و بی اعتبار کردن دانشمندان یک عنصر کلیدی از یک استراتژی بسیار بزرگتره برای به هم زدن کل فرایند سیاست گذاری. بین دروغ ها، ارعاب و دستکاری شواهدی مبنی بر یک استراتژی جهانی کشف خواهیم کرد. ما در حال ضربه زدن به زیر کمربند مجاز هستیم. لینک این کلیپ فارسی رو با زیرنویسش در کانالم آپلود کردم که لینکش رو این بالا قرار میدم. اگه بخواین زبان اصلیش رو گوش کنین میتونین برین اونجا. همچنین لینک اصلی این مستند انگلیسی رو که حدود یک ساعت هست در این بالا و توی دیسکریپشن این ویدیو براتون قرار میدم. میتونین برین اونو کامل ببینید. و اون دکترهای زیادی رو در اختیار دارن و این کار راحت میتونن بکنن. کافیه فقط مقدار پول زیادی رو به یه نفر بدن و ازش درخواست کنن که یک مقاله‌ای بنویسه و اون چیز موزه رو مفید نشون بده و این کار خیلی ساده میشه انجام داد. اما برای قلب انسان ها یک قوانین نوشتم
مثلا برای ما سعی کردن آروم آروم اینو یاد بدن که احساسمون رو ابراز نکنیم. مثلا یک مرد و یک زن با هم یک احساسی نسبت به هم دیگه دارن، ولی ترسی برای اونا وجود داره برای اینکه این احساس رو ابراز کنن و این ساده نیست، به خاطر اینکه یک سیستمی درست شده که مثلا ابراز این احساس برای ما خوب نیست و یا گناه داره، یا اینکه احساسات نباید گفته بشه و باید اینا رو کنترل کرد، یا مثلا ترسی که جامعه برای ما ایجاد کرده که احساسمون رو اون چیزی که بهش علاقه داریم بیان نکنیم. خب این یه نمونه شده در مورد قلب انسان. برای دستگاه تناسلی اونا گفتن که رابطه جنسی حرامه و شما فقط باید ازدواج کنید و تحت شرایط خیلی سختی میتونید رابطه جنسی برقرار کنید، در صورتی که آدما میتونن آزاد باشن مثل حیوانات دیگه و رابطه جنسیشون برقرار کنن و توی قبایل خودشون زندگی بکنن و اینجوری هم بوده در گذشته. اما برای کنترل انسان‌ها قوانینی نوشتن خب و دین‌های رو درست کردن و در مورد دهان انسان هم به ماها یاد دادن که هر چیزی رو نگیم و افکارمون رو نگیم، اگر بگیم ممکنه که برای ما خطر باشه و برای ما ترسایی رو ساختن که نتونیم علایقمون رو و اون افکارمون و آزادیمون رو برای ما بیان کنیم. امروزه در سال 2022 در داخل ایران شما خودتون میدونید دیگه، نیازی نیست من اینا رو با جزئیات توضیح بدم، شما آزادی بیان ندارید. در مورد تفکر انسان یک سری کنترل های رو برقرار کردن که ما نتونیم هر چی که میخوایم و فکر کنیم و افکار جدید داشته باشیم یا به چیزای جدید فکر کنیم. مثلا نمونه سادهش اینه که در دین به شما میگن که در مورد خدا فکر نکنید. خب این یکی از چیزایی که در دین اسلام هست، حدیثی هست که میگه در مورد خدا فکر نکنید، سعی نکنید بفهمید خدا چیه. خب در صورتی من در مورد همین موضوع یک ویدیو دارم که خدا رو به صورت علمی اومدم توضیح دادم، خدای کوانتومی در فیلم ماتریکس. این ویدیو رو میتونید برید لینکش رو ببینید و خدا رو به صورت علمی و فیزیکی من براتون توضیح دادم. حالا که ما در عصر ارتباطات و رسانه ها هستیم، دیگه داستان دین عمل نمی کنه و انسان ها داستان دین رو نمی پذیرن. به این دلیل که یه بچه 8 ساله می تونه بره روی اینترنت یه پست بذاره توی اینستاگرام، فیسبوک و هر شبکه اجتماعی دیگه یا توییتر و بگه که اگه خدا این جهان رو ساخته پس خدا رو کی ساخته؟ خب و چون این سوال های متناقض دنیای دین رو به هم زده و دیگه نمیتونن ثابت کنن، هدف من این نیست که بگم دین درست نیست یا دین درسته، من میخوام فقط یه ایده جدید در مورد اتفاقایی که داره این سالهای اخیر داره میفته و این 50 سال اخیر و این دوران رسانه که شما میبینید با اومدن اینترنت، اینستاگرام، تلفن، همه چی عوض شده، من میخوام یه ایده جدید به شما بدم. و حالا چطوری میشه انسانها رو کنترل کرد؟ برای کنترل انسان‌ها ما باید یک باوری برای اونا بسازیم. حالا که باور به خدا جواب نمیده، باور به یک ویروس میتونه انسان‌ها رو کنترل کنه. میتونه با یه ویروس رابطه جنسی آدم‌ها رو کنترل کنه. خب همه اینا راه‌های جدیدی برای کنترل انسان‌ها. چه چیزهایی نیاز هست برای ساختن یک ویروس جدید و برای اینکه مردم این ویروس رو باورش کنن؟ خیلی ساده است. برای ساخت یک ویروس جدید و یک باور به این ویروس شما نیاز دارین که یه سری دکتر در اختیار داشته باشین که اینا برای شما کار کنن و هر چی که شما میگین رو تایید کنن و مقاله های بنویسن که اون ویروس رو خطرناک نشون بدن. مامورای اطلاعاتی زیادی تو دنیا وجود داره، دکترای زیادی هست که در خدمت سیستم های اطلاعاتی کار میکنن و از همه مهمتر رسانه های بزرگی وجود داره که میتونه مغز مردم رو شستشو بده و صبح تا شب این اخبار و اخبار دروغین یا هر چیز دیگه ای رو پخش کنه تو ذهن مردم. این یه اصل روانشناسیه که شما اگر 5000 بار یک چیز رو به این نفر بگین و اون بشنوه اونو باور خواهد کرد. پس برای ساخت یک ویروس جدید و یک باور جدید به یک ویروس ما چند تا چیز ساده نیاز داریم که اینا هم وجود داره و میشه این کار رو انجام. این ویدیو رو من با جوک و شوخی شروع کردم، اما میخواستم حقیقت هزاره جدید رو بهتون نشون بدم. من علی فرنگر هستم و این شبکه میستریزه. اگه دوست دارین این ویدیو رو لایک کنین و این شبکه رو سابسکرایب کنین و با ویدیوهای من همراه باشین. در نهایت 2 تا از ویدیوهای دیگه‌مون که در مورد نقد فیلم یا مسائل دینی و سیاسی هستش در اینجا قرار میدم، میتونین برین اونا رو ببینین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.